امروز بسیار احساس خوشی دارم و همه گیره که در این نمایشگاه دیدم احساس خوشی داشتن، خوش بودن. هر بیننده ما از نمایشگاه مفهوم خودشان گرفتن و خوش هستم که همشان در این نمایشگاه بودن، دیدن و ذهنشان رشد کردن، فهمیدن دیگه. امیدوار هستم که اونام بتانن و مستعداد اونهانی که در وجودشان هست رشد کنن و تشویق شوم به هنر و ادامه بتانم هنر خدا. و امروز نمایشگاهی که ایجاد شد اولین بار بود که شرکت کردم. بسیار خوشحال هستم از اینکه این قسم نمایشگاه را دایر میکنن و باعث میشه که اعتماد به نفس ما بالاتر بره و دیگه هم تشویق شویم در این عرصه بیشتر تلاش کنیم، کارهای جدیدتر و بیشتر به نمایش بگذاریم و دیگر این نمایشگاه باعث میشه که دیگران هم همچنان کسایی که از این نمایشگاه بازدید میکنن اونا هم علاقه من چنان بیانه که اونا نظراتشان هم میگفتن شاگردات و همچنان استاده بسیار اظهار خوشحالی کردن و اکثر اونا که میامدن میدن میگفتن بسیار نقاشی زیبا بود و ایده جدید برای از اونا پیدا شده بود. چون در افغانستان هنر و قدر مردم بسیار کم آشنایی دارن و آرزو دارم که یک روز به حدی برسه که همگی به این هنر علاقه مند شوند، حتی کسایی که استعدادشم ندارم و در این عرصه کارم نمی کنن یک دید خوب به هنر داشته باشند، مخصوصا کسایی که با هنر به چشم خوب نمی بینم. برای من بسیار یک جای خوشی است که من امروز در این نمایشگاه قرار دارم و نمی رسمای خود و نقاشی خود به دست خود نقاشی کردیم میتونم در اینجا به نمایش بگذارم. این تابلوی ماست که من میخواستم بسیار وقت به نقاشی همچنان علاقه داشتم و میخواستم یک تابلوی داشته باشم که بسیار زیبا باشه و من بسیار تلاش میکردم با یکی از استادایم که تونستیم این تابلو رو جلب کنیم و این تابلو به نام هنر موزاییک یاد میشه که ما خواستیم این تابلو یک تابلوی بسیار زیبا جور کنیم که من تونستم در مدت یک هفته تقریبا دو هفته من تونستم تابلو رو جور کنم. دیگه کسا میخواستن که یک رسومی یک طبیعت رسم کنن، من خواستم از طبیعت کلمه شریف نوشته کنم و ما یک نیم سال شدم در کورس آموزشگاه هنر عظیمی هستم. میخوام احساسات ما بیان کنم نگه همه موضوعات که در افغانستان جریان داره همه یار از طریق نقاشی تابلو بیان کنم. تابلو که ما کشتیم یکی از پیام های آزادی و صلح هست که پروانه ها میتونن که آزاد باشن. ما میخواستم مردم افغانستان خصوصا همیشه آزاد باشن و یک پیام است به همه هموطنان عزیزم که همیشه خوش باشن، کوشش کنند و عرصه درساشون درسی هنرهایی که داد استعدادهای خود نشان دهند. امید عزیز داریم که شاگردای ما از این نمایشگاه تصاویر را که میبینن چیزای مثبت را بیاموزن و در آینده بتونن ای را عملی بکنن و در کمیته هنری فرهنگی لیسه مریم در صدر قرار بگیره، در صدر شهر کابل و ای الگو باشه و سایر مکاتب تا استعداد جوانا را ما رشد بتیم و شاگردای خود را تشویق بکنیم در این نمایشگاه نقاشی را تحت عنوان هنر اعتماد می آفریند را در لیسه مریم برگزار کنیم. ما
و کانتینر فرهنگی کابل افتخار دارند که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی خود بتوانند که در عرصه رشد هنر و هویت فرهنگی افغانستان خدمات ارزنده و افغانستان تقدیم کنند.